اشعث ابن قیس، مرد هزار چهره تاریخ. در این پادکست قراره به سراغ زندگی نامه یکی از شخصیت‌های معروف تاریخ اسلام، یعنی اشعث ابن قیس برم. پس تا آخر این ویدیو با من همراه باشید. ابو محمد معدی کرب ابن قیس ابن معدی کرب از تیره حارث ابن معاویه و بزرگ قبیله معروف کنده در حضرموت بود. وی ملقب به اشعث که به معنای ژولیده موه. بعضی جاها به وی لقب اشج یعنی شکست پیشانی رو هم دادند. وی پدر محمد ابن اشعث و جعده همسر حسن ابن علی بود. به نقل از تاریخ، اشعث پیش از اسلام هم خود و هم اجدادش تماما یهودی بودند. در سالهای جوانی وی به قبیله مراد که پدرش رو کشته بودند حمله کرد، اما اسیر شد و مجبور به پرداخت 3000 شتر به عنوان فدیه شد. در سال 10 هجری مصادف با 631 میلادی، اشعث سرکرده گروهی بود که برای تسلیم بخشی از قبیله کنده در مدینه به پیامبر اسلام مأموریت پیدا کرده بود. به گواه برخی منابع قرار بود که خواهر اشعث به نام قتیله به ازدواج پیامبر اسلام در بیاد، اما پیش از اینکه قتیله به مدینه برسه پیامبر اسلام از دنیا رفت. پس از درگذشت پیامبر اسلام، اشعث به همراه قبیله خود شورش کرده و مسلمانان اونها رو در قلعه نجیر محاصره کردند. نقل شده که اشعث شرط تسلیم قلعه رو در امان بودن خود و 9 نفر دیگه گذاشت، اما از نوشتن نام خود در عهدنامه تسلیم سر باز زد و به این ترتیب از اعدام رهایی یافت و به مدینه فرستاده شد. ابوبکر اولین خلیفه اسلام نه تنها وی رو بخشید، بلکه خواهر خود ام فروه رو هم به ازدواج اشعث درآورد. در دوران خلافت عمر و عثمان، اشعث در نبردهای شام حضور داشت و بینایی یکی از چشمانش رو در جنگ یرموک از دست داد. ابو عبیده اشعث ابن قیس و قبیلش رو به نزد سعد ابن ابی وقاص در نبرد قادسیه فرستاد و به نقل برخی منابع اشعث در اونجا فرماندهی سپاهی که شمال عراق رو تصرف کردند رو بر عهده داشت. پس از تأسیس شهر کوفه، اشعث و قبیلش در این شهر اقامت پیدا کردند و در سال 26 هجری در لشکرکشی به آذربایجان حضور داشت. وی مسئولیت اسکان و ثبت نام اعراب در آذربایجان را بر عهده داشت و به اونها فرمان داد تا ایرانیان را به دین اسلام دعوت کنند. اشعث در زمان خلافت علی ابن ابی طالب مدتی والی آذربایجان بود و به نقل برخی منابع مسجدی در اردبیل بنا کرد. وی همچنین مردان قبیلش کنده رو در منطقه سراب آذربایجان سکنا داد. اشعث در جنگ صفین چه در جنگیدن و چه در مذاکرات حکمیت نقشی مؤثر داشت و از جمله افرادی بود که علی ابن ابی طالب رو مجبور به پذیرش حکمیت و انتخاب ابو موسی اشعری به عنوان حکم اهالی عراق کرد. بر همین اساس روایات شیعی وی رو یک خیانتکار دیرینه و از چهره‌های منفور خود قلمداد می‌کنند. اشعث که قدرتمندترین رهبر قبیله کوفه بود، بر پایه روایت‌ها به علی ابن ابی طالب گفت که اگر پیشنهاد صلح را نپذیری، یک نفر هم از قبیله من برای تو نخواهند جنگید. وی همچنین به عنوان پیک علی به سوی معاویه رفت تا از قصدش برای به قرآن کردن نیزه ها آگاه بشه. در خلال شکل گیری حکمیت، اشعث آرزو داشت که بلا تکلیفی بین علی و معاویه طولانی بشه تا بتونه از قدرت علی جلوگیری کرده و نفوذ گذشته خود رو دوباره احیا کنه. همه اینها در حالی بود که اشعث در جنگ صفین نقش مهمی داشت و در طول جنگ از خود رشادت‌های زیادی نشون داد. اشعث ابن قیس
کسیه که به نقل برخی منابع علی ابن ابی طالب بر فراز منبر وی رو منافق پسر کافر و فردی هزار چهره خطاب کرده و این نشون میده که از نظر علی ابن ابی طالب اشعث فردی منافق و سودجو بوده. ضمن اینکه در ادامه یکی از خطبه های علی به اشعث چنین ذکر شده: به خدا سوگند تو اشعث، یک بار در زمان کفر اسیر شدی و بار دیگر در اسلام، و در هر مرتبه نه ثروتت تو را سودی داد و نه تبار و خاندانت به دادت رسید. مردی که عشیره خود را به دم شمشیر بسپارد و مرگ را به سوی آنان بکشاند، حق اوست که نزدیکانش با او دشمنی ورزند و بیگانگان از او ایمن نباشند. بسیاری از منابع و مورخان اسلامی بر این عقیدند که اشعث ابن قیس از نقشه ترور علی ابن ابی طالب خبر داشته و ابن ملجم مرادی شب واقعه رو در مسجد اعظم در حال مشاوره با وی به سر می برده. هنگام سحر اشعث به ابن ملجم علامتی نشون داد که حجر ابن عدی اون رو شنید و از اون توطئه‌ای حس کرد و قصد داشت به علی اطلاع بده، اما دیر رسید. اشعث به ابن ملجم رسیدن سحر رو خبر داد که منابع شیعی اون رو نشانه از تشویق وی برای ترور علی میدونن. روایتی دیگه میگن که اشعث در خانهش با ابن ملجم گفتگو کرد و حجر بعد از کشته شدن علی به اشعث میگفت که در اصل تو قاتل علی بودی. بر طبق نقل یعقوبی، ابن ملجم یک ماه در خانه اشعث ابن قیس بود و در این مدت نقشه خود رو تکمیل می کرد. البته مسعودی روایتی متفاوت با دیگر منابع داره که حاکی از اینه که وقتی اشعث از نقشه ابن ملجم آگاه شد، وی رو سرزنش کرد. اشعث ابن قیس سرانجام در سال 40 هجری در زمان خلافت حسن ابن علی در کوفه درگذشت و برخی منابع بیان کردند که وی در ماجرای صلح حسن و معاویه مؤثر بود و تعدادی دیگه از منابع این ادعا رو نپذیرفتند. از اشعث ابن قیس فرزندان متعددی بر جای موندند که از بین اونها دو پسرش قیس و محمد و دخترش جعده از باقی معروفتر بودند. محمد ابن اشعث نقشی اصلی در اسیر کردن مسلم ابن عقیل در کوفه ایفا کرد و در درگیری مسلم با سربازان عبیدالله ابن زیاد نقش فرماندهی را بر عهده داشت. قیس ابن اشعث هم از جمله افرادی بود که به حسین ابن علی نامه نوشت و اون رو به کوفه دعوت کرد، اما پس از تسلط عبیدالله ابن زیاد به وی پیوست و در واقعه کربلا از فرماندهان سپاه عمر ابن سعد بود. جعده دختر اشعث ابن قیس همسر حسن ابن علی دومین امام شیعیان بود که به نقل منابع شیعی با تحریک معاویه وی رو مسموم کرد. ممنونم که تا پایان این پادکست همراه من بودید. اگه از این ویدیو خوشتون اومد لایک و کامنت و سابسکرایب یادتون نره. تا ویدیو بعدی، خدا نگهدار.